در ای بخش از برنامه ما در رابطه به اهمیت ورزش تعلیم و پرورش صحبتهایی داریم ای که علم در زندگی انسان چقدر میتونه موثر تمام شه و انسان به سمت سوی موفقیت ها بکشونه در برنامه امروز بحثی داریم شما هم میتونید ما را همراه باشین و پیرمون موضوع نظریات نیک با ما شریک بسازید در این بس ما رو خانم رنگینه حمیدی مدیری مکتب بین المللی میزان همراهی میکنن و پیرمون این موضوع نظریات دارن شما هم با ما همراه باشین و از بحثی که پایشان داریم نهایت استفاده را قبل از اینکه بحث بپردازیم حضور مدیر صاحب سلام عرض میکنیم و در برنامه حضورشون خوش آمد میگیم خوش آمدین بسیار زیاد مدیر صاحب با برنامه نیمه روز خرسند که حضور شما را در برنامه داریم تا پیرامون تعلیم و پرورش صحبت های از شما داشته باشیم تشکر بسیار زیاد از وقت شما, شما وقت بین رابطه با ما از اهمیت آغاز کنیم تا به اهمیت پای نبریم نمیریم دنبال چیزی ما مردم افغانستان متأسفانه کمی سودجو هستیم تا سودی نباشه سود طرف و یا سراغ چیز نمیریم بین از اهمیت علم و پرورش صحبت کنیم و برنامه را آغاز کنیم پس از اون در رابطه با اینکه چگونه میتونیم تعلیم و تعلم و بهتر خوبتر داشته باشیم از شما خواهد شدیدیم چون تشکر و معذرت میخوایم از بیننده ها که فارسی زبان مادری من نیست اگر غلطی کردم پیش از پیش معذرت مشکل نیست ما بر دو زبان وطن و ایزرام می داریم میتونیم پشتو صحبت کنیم میتونیم در داری... یعنی در هر زبانی که راحتم. راحت است صحبت <تشکر>. ما هم آم... تقریبا تسلط دارم باز <تصحبت> خیلی تأثیر تعلیم اصلا ما از خرد ما خرد بودم تقریبا د صف 3 د پاکستان کې ماجر بودم ما را بز... ما خو میرفتیم په مکتب او یو ورځ دروازه تک تک شود کې ما را یو کس اومد به پلار مې وښود کې دغه د ښوکرایته از مکتب وکش ما خرد بودیم نفهمیدیم سبایشه پدر مادر گفت که سبا این دیگه مکتب نمیرین انسان خورد باشه با و خوش میشه خب مکتب نمیرم یک روز دو رو، روز سه روز پس که پرسان کردم که چرا گفت که لازم نیست که شما برین چون که شرایط زندگی اما محیط نمیخواست اما وقت ما فهمیدیم که ارزش تعلیم و تربیه چی اندازه چی مهم است و متاسفانه کسایی بود که نمیخواست و عمود دلیل شد که ما رفتم یعنی پدرم تصمیم گرفت که دیگه در پاکستانم هم نمی باشه رفتم امریکا و از امریکا پس یعنی این اندازه به اندازه که طالب می بر کل اولادا همو زمینه برابر کرد و شکر الحمدلله امروز پس در مملکت خود امروز ما از تاصیل خود می تانم که یک مکتب بین المللی در شهر کابل پیش ببرم <applause> uh, و بد دلیلی کې uh, ما خپله خوده بیسواد میګم د افغانستان چې په پښتو دري راځم تاسو نه نه خوندم 3 ساله بودم چې برامړم مګر درس خوده د امریکا تکمیل کړم او مکتب ما د زبان انګلیسي هسته او <applause> مکتب انټرنیشنل هسته دایي مکتب مه نصاب امریکا را اورده نه نصابي امریکايي است يا نصابي بينل ملي کې شوګردوي افغانستان ميخواهيم چې په ست جهان اونا را برسونيم سيز کې پښتو دري زبانه مادری او ملي افغانستان است او شوګردوي ما خوشبختانه سيز زبانه همزمان مسل... یاد ميگیره چې اولش انګليسي است پښتو او دري ود پالوی شا اسلامات ده اگر علم نمیبود د زندگي مه و تاداب صحیح نمیبود امروز مه نمیتانستم من حیس مدیری مکتب امی اساسات به مکتب من یک پایه بانم و دیگه شاگردار یعنی بدون علم زندگی آنگونه که رنگ رونق باید داشته باشه نداره علم آه. است که انسان میتونه به موفقیت برسانه پس شما هم کوشش کنین که در این قسمت کوشا باشین مدیر سای محترم در افغانستان اخی اخیر سال که میشه در ماهی هود بیشتر فامیلا فرزندان خود به سمت سوی مکتب فرزندانشون تازه میخواین وارد مکتب شوند هفت ساله گیر تکمیل میکنن و مکتب شامل میشن حال شما پیامتان و گفتیتان به خانواده که نمیگذارن فرزندانشان درس بخوانند مانع درس فرزندانشان میشه چی هست و چی برشان توصیه دانیم تا اونا هم در, دریل این رابطه اقدام کنن و فرزندان خود بگذارن که وارد مکتب شون و اونا هم از این نیمت بهرمند شون خوب سوال کردن و جالب است که ما یک چیز دگر تجربه کردیم خوشبختانه در کابل زیاد فامیلا علاقه داره به تعلیم تربیه و خدا کنه کېد یوه ورځ بیاي کې 34 ولایت افغانستان به مشو کولاکه اولادای خدا روان کنه په مکتب مګر یگ چیز منفي ر کې ما حس میکنم من حیس مدیره فرمولا بسیار ده جالاست کې وشته کې 3 سنه 3 سنه او 4 سنه وشته کې میخه کې شامل کنه کې مکتب شروع کنه زوت خلاص شه زوت خلاص شروع کړه کې زوت خلاص شه و متاسفانه از نگاه رشد مغز طفل تفل تا هفت سالگی اماده نیست که او یاد بگیره صحیح است که یک گشتو کشته که خداوند هم تو برش داده که در دا پنج سالگی چهار سالگی یک چیز یاد میگیره و این مخصوص است مگر یک طفلای عام نمیتونه و این فشار که فامیلا سر طفل خرد میاره او نه تنها که آل سرش بوج است مگر ریسرچ یا تحقیق جهانی را ثابت کرده که شاگردایی که از سن سال کم شروع میکنه درس خوده در 45 چل پنج،, پنج سالگی یا پنجاه سالگی اونها ضرر می بینه یعنی ما افغان ها اون اندازه فکر عمیق نمی کنیم. مگر مهم است امی که як ورشتک باید 7 ساله شوه او نتنه از نگاه رشد مغز طفل از ساينس مګر یک بنسټ اسلامي هم داره کی خود علي رضي الله عنه گفته کی باز از 7 افتا... اف سالگی ورشتک به درس روان کنین دغه تکازا از فامیلوا همياس کی تا 7 سالگی ورشتک باندې کوم بازی او طفلت خپل ده خانه تیر کنه بعد از 7 سالگی به خیر به مکتب روان شوه بله بعد از 7 سالگی وخت کی طفله به مکتب روان کړم دوی طفلت دیگه خلاص شوه و میتونه که بهتر تمرکز داشته باشه برای دروس هم مکتب شما مدیر یک مکتب هستین در حال حاضر در افغانستان در نصاب تعلیمیش من نظر شما چقدر نارسایی و کمبودی وجود داره و چگونه باید بازرسی شود تا که امو شیوه تعلیم بهتر شود چرا که اکثر از 12 فرق میشن اما متاسفانه میبینیم که بی هستن و سواد خواندن نوشتن درست نداره این بسیار یک مشکل کلان است افغانستان متاسفانه و افسوس میکنم که با. ما امی گراجویت فارغینه بسیار زیاد داریم امروز مگر uh, متاسفانه از نگاه کیفیت بسیار کم مردم داریم که به سطح جهانی حتی به سطح منطقوی <laughs> افغانستان در جهان کمپیر uh, نمی کنیم. <laughs> <laughs> مقایسه نمی کنیم حتی همسایی های ما که ما اکثریت افغان ها بد می بینه و مقایسه امسایه خود بسیار پس مانده از نگاه علم um, ای که um, بو بخش نن یک لغتای انګلیسی هم کار میکنیم کانتنت کانتنت به ایمانه که معلومات ته تا داوی هیڅ نهست و مکتب افغان مکاتب افغانستان متاسفانه خصوصا از دولتی خدا کنه که ما معلوم نشوم که سرش انتقاد میکنیم مګر اکثریت مردم ما از اون از می مکاتب دولتی ناراضی است به می دلیل که کیفیت نیست و گناه دولت هم نیست چون که دغه وطن به میلیون ها شاگرد ب... اومد و حاضر شد چې مکتب بره و په مو کیفیت او په اندازې معلوم کې ضرورت بود او نه ما نه داشتې او کسه کې د صف ده بود اونه را معلم صف اول کدم کی امي امي کار غلط بود د دقیقې او تایم روزه مې څه څه خوید تغییر خورده مګر با اس هم مو اساس مونده دیږې می مشکلات هست او کیفیت کې راست بګمې ان شاګردای چې از دغه مکتب برمو میاهې امل جالب ترين شي دي استه كه هر کس كه ميآي شاګيردارم يا را كه اول نمرې عمومي مکتب است يعني سري هم خنده كنمه با مګر يک غپ مزاكي نه است يعني جدي است كه هر شاګرد ما اول نمرې عمومي است مګر د دمو اساس كه اگر يک پرسون كنيم او شاګرد بيچاره هيڅ ميخاني كه څه شي نه فاهمه حفظ كدا هفس بسور کوي است افغانستان ماګری کې علم واقعي داشته باشه د دا مغز خود یو مفهوم یو فلسفي یو يعني یو مفهوم یو څه بفه مسي متصفانه نيست د مکتب ما یو جواب همي ضرورت است کې ما میخوانه کې درس نمیتم د مکتب ميزون ما هر شاګيرده تو مخصوصا ميبینيم مخصوص هر شاګيرده ما جداه است هیڅ امکان نداره کې یو شاګيرد مثل دغه شاګيرد باشه او و سمفای ما از 15 شاگرد اضافه نیمباشه یعنی یک دو معلم بر 15 نفر بسیار خوب درغشی او است که معلم میتونه بر هر شاگرد به به ضرورت خودش ضرورت شخصی خود برساونه و شاگرد همونه خود خدا خود ثابت کده کی انچ چطور وګینه یک شاگرد چې اتکا نس خداوند کسر پیدا نکده کی ونه نمیتونه مگر اگر کوشش هم رایش شود بله پیشنهاد شما برای نهادهای مسئول مخصوصا وزارت معرف و مکاتب دولتی چی از که از در مکاتب دولتی تدریس میکنن شما من هیچ کسی که در بیرون از افغانستان تحصیل کردین تجارب از تحصیل در او کشورها دارین دارید میتونین بیان کنین تا اونا هم وقتی که میبینه ادقل بتانن خود با مو شیا اندک ایار بسازن تا بتانن بیشتر در قسمت تعلیم و تعلم فرزند این کشور گام بردارن خدا کنه که ما مرا غلط درک نکنه کسی چون که ما بر خود حق که به ما یا استادای محترم این کشور ا مینه خو صحي کوم چیز غلط کوم نه فقط شو تجربه ته به نه شری مګر چيزه کې شنیدم از د والدين او شاګردوي کې فعلا د مکتب ما ميايه يک امي اوشتک ماسوم است په حق امي تا سن سالي تا 18 ساله خوداوندونه را من هيڅ اوشتک حساب <تصفح> میکنه و ما په قهر او غضب کې امرای یک طفل ماسوم 7 ساله او 8 ساله صحبت میکنیم رواي میکنیم هم ميره فقط درک کوم کې ما امی مموری یا امو ام ام چی تاثیر سر امی گشتک زهنیتش چی را کم جور میکنیم اگر من زشت باشم امرایش روز بسیار به قهر و به غذاب و به یک, یک روی خراب همراه و صحبت کنم یعنی برخورد داشته باشم او تا آخر زندگی خود امی مفکوره غلط در ذهن خود نگاه میکنه چون که یک ام ام کمپوننت ترینینگ ما یا سمرای معلومات خود که یاد کنین که کدام روی خوب و ذهن شما هست از خوردگی یا استفلی و کدام یک مموری غل... یعنی یا هم خوب هم خاطره غلط, غلط مقایسه میکنیم و اکثرت معلومات ما امروز افغان است امی زشتی معلومه در ذهن خود یعنی تا سالگی سی ساله ما مگر مگه در ذهنش هست که ما پنج ساله بودم شست ساله بودم مال ما های تراویه کده بودم رای با دیگه میره یاد داشته باشیم که طفل معصوم است و امانت یک فامیل پیش ما میاه من حیث مسلمان ما امرای امانت اگر خیانت کنیم دیگه ما گناکار حساب میشه دقیقا سپاسگزار شما جنوب مدیر صاحب از که در برنامه امروز حضور پیدا کردید از تجربیاتان با ما بازگو کردین و با امیدتی که استادان نهایت محترمی که همیشه زحمت میکشن و در قسمت تعلیم و تعلم فرزند این کشور گام برمیدارن اونها هم از این صحبت ها نهایت استفاده را برن و در قسمت مهربانی و اطوفت با معتالمین خود و حتی با اقدام کنن و به این ترتیب باشه که ما هم از نگاه علمیت جزء کشورهای باشیم که بتانیم بالای بخش معرف و تسلط عالی خود افتخار کردیم تشکر از حضور شما شما هم در ارسای مختلف زندگی مفق سرفراز باشین بازم در برنامه بعدی از حضور شما رو با خود خواهد داشتیم تشکر از اینکه برنامه ما را تماشا کردید اگر می برنامه قبلی را تماشا نمایید اینجا را کلک کنید و اگر می برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواهید با به چینل یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلیک نمایید